خب همیهنان عزیزم، خیلی خوشحال هستم که برای بار اول از این طریق با شما تماس میگیرم و صحبت میکنم و به شکر تکنولوژی های جدید که چنین فضایی رو در فضای مجازی فراهم کرده که قبلا نبود، امکان بیشتری هستش که بتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم و تبادل نظر داشته باشیم و از نظرات یکدیگر مطلع باشیم. همینطور که قبلا اعلام شده بود، در چند هفته گذشته یکی از هدفهای من در این فضای مجازی این بود که بتوانم با توجه به اینکه ارتباطات شما با من ساده تر هستش، از نظرات و سوالاتتون بهره مند باشم که در یک برنامه به اصطلاح پرسش و پاسخ بتونم به این کار بپردازم و در چنل تلگرام به خصوص این مسئله رو پخش بکنیم و احتمالا سایر پلتفرم های موجود مثل یوتیوب و غیره. البته این مسئله پرسش و پاسخ بار اول نیست که انجام دادم، چون سالهای پیش این کار رو تا حدی آغاز کرده بودیم که خوشبختانه یکی از ادمین های من تونست که به صلاح مقدار زیادی از این فایل هایی که پرونده شده بود رو پیدا بکنه که اونها رو هم با شما به موقع به اشتراک خواهم گذاشت. در طول این چند هفته پیش که این درخواست رو از شما کرده بودم، تعداد بسیاری از شما هم پرسشاتون رو فرستادید و هم نظراتتون که واقعا بالای چند هزار پیغام و سوال داشته ایم و البته انواع اقسام دغدغه هایی که دوستان داشتید، از دانشجوی که فارغ التحصیل شده ولی همچنان بیکار هست بگیرید تا اون فروشنده وسایل خانوادگی و الکترونیکی در تهران که حتی از میزان درآمدی که داره بیشتر مجبور مالیات بده این روزها، چون خیلی از شما که دغدغه طبیعت و وضعیت اسفناک و عدم مدیریت رو دارید در مسائل زیست محیطی کشور و به هر حال نگران کشوری هستید که حتی امروز این حکومت خاک مملکت رو به مفهوم اخص کلمه داره میفروشه، چه برسه به بعضی از آثار باستانی. قبل از اینکه برسیم به بخش سوالاتتون دوستان، چند نکته اولیه بود که می‌خواستم با شما مطرح بکنم. اول از همه بسیار سپاسگزارم به خصوص از دوستانی که در چنل اینستاگرام با من در تماس هستید و لطف کردید و محبت کردید و دو تا از صفحات خصوصی من رو دنبال می‌کنید که خود من مستقیما مدیریتش رو به عهده دارم و در اینجا باز مجدداً به منظور رسمیت دادن بیشتر به این پیج ها که شک و تردید اگه در میان بعضی از شما همچنان هست رفع شده باشه، پیج هنری و عکاسی من هست که RP پورتفولیو هستش که خیلی از دوستان دنبال میکنید و نزدیک به مرز 30,000 رسیده و صفحه نسبتاً جدیدتری که حدود 2-3 هفته پیش راه اندازی کردم به اسم RP فامیلی فوتوز، یعنی عکس های خانوادگی که بسیار از شما از من درخواست کرده بودید که اونجا بیشتر این عکس‌ها واقعا از آلبوم‌های خصوصی من هستش و اغلبش رو جایی قبلا ندیدید و از این لحاظ شاید یک خصوصیت و ویژگی برای شما دوستان داشته باشه. از همگی شما که برای من از ایران عکساتون رو میفرستید و شیر میکنید و با من تماس مستقیم دارید، چه از طریق دایرکت و بعضی از دوستانی که تا جایی که فرصت به من میده سعی میکنم با بعضیاتون مستقیم‌تر در تماس باشم که از طریق یا تلگرام یا از طریق فرض بفرمایید واتس اپ یا از طریق اسکایپ یا روش های دیگر با هم صحبت هایی داشته باشیم و داشتیم و این خودش باعث میشه که یک نزدیکی بسیار بیشتری بین خودم و شما به وجود بیاد از در چهار گوشه مملکت. نکته دیگری که میخواستم با دوستان مطرح بکنم این است: به همون اندازه که بسیاری از فعالین زحمت میکشن، تلاش میکنن، مبارزه میکنن و سعی میکنن برنامه هاشون رو هماهنگ با نظرات و اهداف اصلی من پیش ببرند، میخواستم در اینجا از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر چند چیزی رو در شفافیت و تأکید کامل با شما همینان مطرح بکنم. یکی این که بسیاری جریاناتی هستن که سعی میکنن با چسبوندن خودشون به من یا استفاده از نام من به نوعی بخواهند به خودشون یک نوع اعتبار و یا کسب حمایت بیشتری بکنن. دوستان توجه داشته باشید،
من این رو به عنوان یک اصل کلی میگویم. قضاوت راجع به عملکرد این یا اون جریان سیاسی یا افرادی که در سر و کار دارن نهایتاً به تشخیص و عقل سلیم خودتون بستگی داره. ولی در جایی که من میتونم به شما بگم هیچ جریان، حرکت، فرد، تشکل یا برنامه‌ای رو نمیتوانم مگر اینکه 100% راجع به افراد، برنامه‌هاشون، اهدافشون و عملکردشون اطمینان کامل داشته باشم به هیچ نوعی تایید و یا حمایت بکنم. به دلیل پر واضحش، اگرم قرار باشه دوستان از حالا و در آینده مطلبی رو، اعلامیه‌ای رو، درخواست رو از شما رسما انجام بدهم، از چنل‌های رسمی خود من خواهید شنید و هیچ مرجع دیگری، هر چقدر هم که فکر بکنید به من وصل هستند رو به عنوان یک مرجع رسمی تلقی نکنید، برای که به قول معروف مو لا درزش نره. یک نکته دیگر هم بهتون بگم دوستان، خیلی ها ادعای طرفداری از من رو میکنن. تعریف طرفداری رو مقداری بشکافیم. طرفدار بودن یک شخصیت سیاسی باید به مفهوم اعتقاد به برنامه ها، ایده ها و اهداف اون فرد باشه، نه اینکه کسانی ادعای طرفداری بکنن اما واژگان، افکار و ایدئال‌های خودشون رو دنبال بکنن. این رو مخصوصاً میگویم به خاطر اینکه همونطور شما دوستان میدونید، حالا ممکنه بعضیا قبول نکنید، بعضیا بپذیرید، ولی به هر حال من اندیشه‌های خودم رو بسیار مشخص و شفاف بارها و بارها در مصاحبه‌ها، در گفته‌هایم، در مکالماتم، در کتاب‌هایی که نوشتم مشخص کردم و کسانی رو طرفداران خودم تلقی می‌کنم که در اصل به این اعتقادات و باورها و اهداف من معتقد باشن، نه که بیان تحریف بکنن و چیزی خلاف آنچه که عقاید من هست رو بیان بکنن، چون اونگاه اینا طرفداران من نیستن، فقط ادعای طرفداری میکنن یا طرفدار نما هستن ولی در اصل نیستن. این رو باز برای تاکید بیشتر میگویم دوستان. این نکات کلی بود که در ابتدا میخواستم با دوستان در میان بگذارم و اما بپردازیم به اولین برنامه پرسش و پاسخ با شما همیهنان عزیز. اولین سوالی که از من شده این استش که شما یک که فرد مذهبی هستید، اگر به قدرت برسید آیا حاضر به پذیرش نخست وزیر بی خدا در کشور هستید؟ و دوست دیگری میپرسه، میخواستم بدانم من یک فرد مسلمان و اهل تشیع و معتقد هستم فردای روز بعد از تغییر رژیم، آیا میتوانم بدون ایجاد مشکلی برای خودم به اعتقاداتم زیر پرچم ایرانی واقعا سکولار باشم؟ لطفا جواب بدید تا کمی دلگرمتر باشیم. خب دوستان، همطور که میبینید بسیار سوال جالبی رو میکنید، برای که در اصل میرسیم به آنچه که آرزو و هدف من هست از یک ایران آینده و چرا اهمیت داشتن جدایی دین از حکومت یا اصولا یک نظام سکولار اهمیت ویژه‌ای داره اگر بخواهیم واقعاً به آزادی، به برابری و مساوات کامل در آینده ایران برسیم. یعنی هیچ نوع تبعیضی نسبت به هیچ فردی از هر قومی یا مذهبی یا طایفه‌ای یا طیفی یا عشیره‌ای یا نظرگاه سیاسی یا جنسیت باشه بر یک شهروند ایرانی تحمیل نشه. این در گروه این جدایی هست از یک ایدئولوژی قائم بر سایر باورها. به خاطر این هم هستش که من مدافع این نظام سکولار هستم، برای اینکه اصولا ما بتونیم از این آزادی‌ها بهره مند باشیم. اما در باب مذهب به طور کلی یه چیز خیلی روشن رو بهتون بگم دوستان، من به عنوان یک فرد در اون کشور، به عنوان یک ایرانی، من رضا پهلوی هرگز به خودم این اجازه رو نخواهم داد که از مریم یا از فرشته یا از بابک یا از میسم این سوالو بپرسم که تو دینت چیه یا باورت چیه. من اعتقاد دارم که یک باور یا عدم باور یک امر خصوصی است برای هر شهروند و دخالت در باور افراد یا برچسب زدن به باورهای مذهبی یا غیر مذهبی افراد شایسته یک جامعه آزاد و مترقی و روشن در آینده کشور نیست. این حق البته بایستی مندرج باشه در قانون اساسی آینده کشور
که امیدوارم مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که کاملا این مسائل و مفاهیم رو در بس میگیره. بنابراین قانونمندی و آن چیزی که قانون مملکت هستش نهایتا حافظ و مدافع این حقوق خواهد بود و تمام ایرانیان در آینده چه مسلمان سنی باشن، شیعه باشن، کلیمی باشن، مسیحی باشن، زرتشتی باشن، حتی آته و یا بیدین باشن، بایستی این تضمین رو تحت لوای قانون داشته باشن. این مقدمه آزادی و برابری کامل خواهد بود و هر کسی حق داره باور خودش رو دنبال بکنه. اگر فردا کسی بخواد از پوششی استفاده بکنه یا یک زنی بخواد بدون حجاب در خیابون راه بره، به هیچ عنوان نبایستی به هیچ کدوم از این افراد گیری بدیم، بایستی از این آزادی کاملا بهره مند باشن. و این دوستان فقط در قانون نیست که بهش میرسیم، این یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی رو میطلبه که بایستی برای خودمون بخوایم. اینجور بهتون میگم دوستان، ما نمیتونیم همش ادعای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر بکنیم اما در عمل لیاقتش رو نتونیم ثابت بکنیم. این لیاقت در برخورد خودمون هست نسبت به یکدیگر و در به اجرا گذاشتن این ارزش‌ها و اندیشه‌ها. سوال دوم این است: همانطور که اطلاع داریم میلیون‌ها دلار از ثروت و ذخایر کشورمان خرج لبنان، سوریه و شده است. آیا می توانیم فردای آزادی بخشی از اون ثروت ها را به مردم ایران بازگردانیم؟ و سوال دوم، بنده و بسیاری از ایرانیان نگران این موضوع هستیم که در صورت کمک گرفتن از قدرت های جهانی برای براندازی نظام، فردا چشم داشتی به ایران داشته باشند و زیر سلطه باشیم. لطفا در این مورد توضیحی بدهید. دوستان، در مورد اول، متاسفانه واقعیت این هستش که خیلی از این نوع بذل و بخشش ها یا به هدر رفتن مال مردم یا مملکت بار اول نیست در تاریخ کشورمون اتفاق افتاده باشه. اگه ترکمنچای نبود ما هنوز بخارا و سمرقند رو میداشتیم. و این پول هایی که متاسفانه جمهوری اسلامی به هدر میده در جهت منافع امنیتی و مصلحت خودش تا منافع ملی ایران که هزینه داره میشه تو سوریه یا لبنان یا جای دیگر، باز پس گرفتنش تقریبا غیر ممکن هست و عملی نیستش. افسوس که اینها همه دارایی و ارزش‌های کشورمونه که داره به تاراج میره و تنها راه از بین رفتن این مشکل از بین رفتن این نظام هست و لا غیر. ولی متاسفانه خیلی از این چیزها باز پس گرفتنی نخواهد بود. حتی خیلیاتون از من پرسیدید که قراردادهایی که الان جمهوری اسلامی می‌بنده چی؟ خب طبق ضوابط قانونی بین‌المللی خیلی مشکل خواهد بود که ما در آینده بیایم ادعا بکنیم که یک دولتی که در حال حاضر به شکل رسمی شناخته شده در سطح جهانی قراردادهای غیرقانونی امضا کرده. دنیا برمیگرده و خواهد گفت اون مشکل شما مردم هست که یک دولت لالایقی داشتید ولی ما با این دولت به رسمی سر و کار داشتیم و متاسفانه خیلی از قراردادهایی که این نظام بسته در دراز مدت اثرات بسیار منفی رو کشور ما خواهد داشت. اینو نمیگم که تلاش نخواهیم کرد که تا اونجایی که ممکن هست این قراردادها رو سعی نکنیم لغو بکنیم، چون میتونیم مدعی باشیم که هرگز این نظام معرف خواستهای واقعی ایران نبوده، ولی بحث بسیار پیچیده و مشکلی است و این به این آسونی ها نخواهد بود. ولی این هم یکی از دغدغه‌های همگی ما با رویکردی که با این نظام داریم. در ارتباط با مسئله کمک گرفتن از قدرت‌های جهانی، دوستان خیلی واضح بهتون بگم که اولا اگه از خود من این انتظار رو دارید، بدانید که من هرگز هیچ وقت زیر هیچ شرایطی و زیر بار هیچ نوع معامله‌ای در ارتباط با اینکه آینده و استقلال کشورمون رو در گروی دولتی و یا منافع خارجی بگذارم نخواهم گذاشت. من همیشه خواهان حمایت بین‌المللی بودم از مردم ایران و پشتیبانی از خواسته های مردم ایران و در اصل باور دارم که به نفع کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان هست که ایران یک کشوری قوی، مستقل و دموکراتیک باشه، چون به نفع خودشون هست هر جوری که حساب بکنید. بنابراین چیزی نیست که در جهت منافع خودشون نباشه که ایرانی آزاد بشه بدون هیچ قید و شرط. بنابراین من نیازی نمی‌بینم که برای آزادی کشورمون و دریافت حمایت بین‌المللی ناچار باشیم چیزی رو بگیر و بذاریم.
یا در معامله‌ای کرده باشیم. هیچ نیازی رو در این نمی‌بینم و هیچ وقت این درخواست رو نمی‌کنم و نخواهم کرد. این یک موضوع. در رابطه با این مسئله ضمناً دوستان بهتون بگم که خیلی‌ها شاید بپرسید که خب حالا فردا اگر باز دوباره یک کشور خارجی بخواد دست به ترکیب ایران بزنه تکلیفمون چیه و قدرتمون در کجاست؟ این رو به عنوان یک بحث حاشیه‌ای که تو سوال نیست میارم، ولی خب چون به نظر من مهمه باهاتون در میون میگذارم. ببینید، بهترین پدافند، بهترین دفاع در هر نظامی در مقابلش با کشورهای قدرتمند خارجی از نظر استقلال اگه اسمش رو بگذاریم، قدرت ماهوی در پایه‌های اون حکومت و اصولا نظام سیاسی اون کشور هست. برای که بله، دولت‌ها میتونن با یک دیکتاتوری در بیفتن یا با یک نظام دستشونده‌ای بهش بر برن و بهش چیزای دیکته بکنن، ولی هیچ کشوری نیست که درک نکنه که وقتی اکثریت یک جامعه محکم پشت سر یک نظام جا افتاده و دموکراتیک بیفته، بخوان اصلا به فکر این بیفتن که بخوان دست به ترکیبش ببرن. و اما از نظر تضمین ثبات بیشتر دوستان، من یک تئوری خیلی ساده رو باهاتون مطرح میکنم. بیشترین ضمانت و زمانی خواهیم داشت که کمتر بخوان به قول معروف دست تو کار ما ببرن، که کشورهای خارجی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری رو در کشور ما داشته باشن. هر چقدر بیشتر در کشور ما سرمایه‌گذاری داشته باشن، منافعی رو دارن که به خاطر از دست دادن اون منافع نمیرن دنبال برنامه‌های انگولک کردن یا دخالت کردن در امور داخلی اون کشور. البته تمام اینا با اون فرضیه است که ما واقعا یک نظام دموکراتیک و یک دولت خیرخواه و مسئول و شفاف و جوابگو به مردم خودش داشته باشیم. سوال سوم، بنده دانشجو هستم و سوالاتی که مطرح میکنم نه تنها سوال خودم بلکه دغدغه خیلی هاست. همه ما خواسته ها و هدف هایی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی داریم، مثل حقوق بشر، آزادی در همه ابعاد، اقتصاد کارآمد و و و. برای رسیدن به این دستاوردها دو راه وجود دارد: یک، انقلاب و براندازی; دو، اصلاحات تدریجی. سوال اول، به نظر شما آیا رسیدن به اهداف فوق با اصلاحات محقق نمی شود؟ چرا براندازی بهتر از اصلاحات است؟ کما اینکه براندازی و اصلاحات هر دو به خودی خود هدف نیستند بلکه وسیله اند. و سوال دوم این دوست این هستش که به نظر شما اگر انقلاب 57 رخ نمیداد و مردم خواسته هایشان را از طریق اصلاحات مطرح و پیگیری میکردند، الان از نظر آزادی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وضعیت بهتری نداشتیم؟ چرا فکر میکنید جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و از طریق انقلاب باید به این خواسته ها رسید؟ خب دوستان، تمام بحث من تو این سالها دقیقا این بود که آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست یا خیر؟ بعد از گذشت 40 سال ما رژیمی رو سر و کار داریم که حتی احساس راحتی و امنیت نمی کند، چون می داند اکثریت آرای مردم رو ندارد. اگر این نظام اکثریت آرای جامعه رو داشت، در وهله اول چرا انتخابات رو آزاد برگزار نمی کرد؟ چرا این همه صافی های استصوابی؟ چرا این همه فیلتر شدن کاندیداها؟ چرا یک قانون اساسی که اصلا تضاد داره با دموکراسی، که اصلا برابری زن با مرد رو قبول نداره، که فقط فکرش صدور یک ایدئولوژی مذهبی است در سرتاسر جهان؟ فردا 18 تیره. یادمون نباشه چه اتفاقی افتاد. زمان خاتمی به اصطلاح اصلاح طلب. مگه خود اون نبود که تو دانشجو نوعی رو از پنجره دانشگاه پرت کرد به زمین، روز بعدش هم رفت از نیروهای پلیس تشکر کرد بابت حفظ نظم، تا اینکه پاسخگوی کسانی باشه که در حد بالای 21 میلیون بهش رأی داده بودن به امید اصلاحات. هنوزم که هنوزه این رژیم به همون روش داره ادامه میده، فقط رنگ کمپینشون عوض شده. یه وقت بنفشه، یه وقت سبزه، ولی ماهیت و دی ان ای نظام همچنان همون است. دوستان،
انتظار هر نوع اصلاحات از یک نظام اصلاح ناپذیر اتلاف وقته. در مقایسه با نظام قبلی، بله اتفاقا نظام قبلی اصلاح پذیر بود، کما اینکه اپوزیسیون سیاسی علل خصوص طیف چپ اون زمان که با هدف انقلاب و نه اصلاحات اومد جلو، امروز با گذشت 40 سال این رو قبول دارن که می توانستیم به یک نوع اصلاحات دست پیدا بکنیم بدون اینکه کار به انقلاب بکشه. ولی خب باورها اون زمان باورهای دیگری بود. کما اینکه فراموش نکنید این فقط خواست اپوزیسیون سیاسی اون زمان نبود، که فضای سیاسی البته محدود بود، ولی خود اون نظام و پدر من باور داشت به دموکراتیزه شدن ایران. شاید به علتی که بیش از حد تاکید رو ترقی اقتصادی قبل از باز شدن فضای سیاسی گذاشته شده بود، به یک مقدار بحران سیاسی رسیدیم و ای کاش اون زمان بیشتر به این مسئله پرداخته میشد، که نشد، که این درسی است که نسل ما باسی از گذشته بگیره و در آینده حواسمون به این مسئله باشه. ولی باز میگم چون راه حل برای ما فقط و فقط گذار از این نظام هست، چون هیچ کدوم از دغدغه ها، هیچ کدوم از خواسته های شما، هیچ کدوم از مطالباتی که داری تا زمانی که این نظام سر کار هم به دست نخواهد آورد، ما چاره ای نداریم که در ماورای نظام به این فضای باز سیاسی برسیم. برسیم به زمانی که شما مردم بتوانید نمایندگان خودتون رو آزادانه انتخاب بکنید، که اونها تصمیم گیر باشن، اونها بیان احزاب و دولت‌های آینده رو تشکیل بدن در چارچوب یک نظام واقعا قانونمند و متکی به خود مردم، و این تنها در یک نظام سکولار دموکراتیک پارلمانی به دست خواهد اومد و نه به شکل دیگری. بله ما ناچاریم در مقابل حکومتی که جوابش به خواسته های ما زندانی کردن مردم هست، شکنجه دادن مردم هست، اعدام کردن مخالفینش هست، بستن زبون هر ژورنالیست یا خبرنگار یا نویسنده هست یا فعالین حقوق بشر هست. بعد از 40 سال آیا به اندازه کافی امتحان نشده این کار؟ و زمان داره میگذره دوستان. مسئله فقط این نیست که با مطالبات حداقلی انتظار تغییری در سیاست و رفتار این نظام داشته باشیم. مملکتمون داره از بین میره دوستان. از بلوچستانش بگیرید تا خوزستانش بگیرید تا ارومیهش بگیرید، مملکت داره میخشکه. انواع اقسام گرفتاری ها، کمبود ها، نارسایی ها، این رو لازم نیست من بهتون بگم، از صبح تا شب خود شما این دغدغاتون رو با من مطرح میکنید. راهش چیه دوستان؟ راهش یه مبارزه ایست که نهایتا این نظام باید از پا در بیاد. اما نمیگم آنارشی، نمیگم یک وضعیتی که نتیجه رو مشخص ندونیم و یه رفند مشخصی برای رسیدن به اون آینده نداشته باشیم، که بحث بسیار مفصلی است که بارها توضیح دادم، تو کتابم هم هست و توضیحات بیشتری در آینده حتما خواهم داد. ولی من معتقد هستم که براندازی باید بشه این نظام، منتها از طریق غیر خشونت‌آمیز بر مبنای نافرمانی مدنی بدور از خشونت و البته با تکیه به حمایت بین‌المللی، چون تمام کشورهایی که نهایتاً از یوغ دیکتاتوری‌های متفاوت نجات پیدا کردن بدون اینکه از مسیر خشونت عبور بکنن، از بلوک اروپای شرقی بگیرید کشورهایی مثل لهستان و مجارستان و چکسلواکی تا فرض بفرمایید افریقای جنوبی و خیلی جاهای دیگر، بدون اینکه خشونتی پیش بیاد این اتفاقات افتاد، ولی البته همراه با حمایت بین‌المللی هم بود. و بنابراین این رو به عنوان مثال‌هایی که اتفاق افتاده و نتیجه مثبت نهایتاً داده رو مطرح می‌کنم، که دلیل نمی‌دونم که ایران در این مورد استثنا باشه. سوال چهارم این است. واقعیت غیرقابل انکار این است که بخشی از جامعه ایران که بعضاً از گروه‌های مذهبی هم هستند، طرفدار حکومت فعلی ایران می‌باشند و حتی به خاطر توجیهات ایدولوژیک آماده جانفشانی نیز می باشند. برای برخورد یا کنترل این طیف چه برنامه‌ای دارید؟ خب دوستان طبیعی است در تمام نظام‌های توتالیتر بودن بخشی از جامعه که به هر دلیلی منافع شخصی یا ترس از اینکه در آینده چه بلایی به سرشون بیاد، یا صرفاً به خاطر یک اعتقاد راسخ و تمامیت‌خواه ایدولوژیک خودشون، پشتیبان و مدافع سرسخت اون نظام ها بودن. در شوروی کمونیستش این رو دیدیم، حتی در افریقای جنوبیش دیدیم که یه عده متعصبانه مخالف برابری نژادی بودن و طرفدار آپارتاید بودن.
تو خیلی از این کشورها این رو دیدیم. ولی شما اگه امروز به روسیه نگاه بکنید، اگر شما امروز به افریقای جنوبی نگاه بکنید، میبینید که اون حداقل‌های طرفدار اون نظام‌ها به هر حال در قالب کشوری که الان به شکل جدیدی مدیریت میشه جای خودشون رو به هر حال پیدا کردن و نه حفظ شدن و نه سرکوب شدن. چرا؟ برای که مقدار زیادی از خواسته هایی که به هر حال به عنوان یک انسان دارند در یک نظام های باز و قانونمند خیلی بیشتر به دست میاد تا در یک حکومت های توتالیتر. چون شما فرقش این هستش که در یک جامعه آزاد با یک آرامش فکری، با یک احساس امنیت واقعی راه به آینده میگذارید، ولی کسانی که معتقد به نظام های توتالیتر دیکتاتوری هستند و در اصل رفقای اون دیکتاتور هستند، یک شب نمیتونن با خیال راحت و آسوده بخوابن. هر آن باید نگران این باشن که فردا کی از من انتقام خواهد گرفت، دائم باید نگران این باشن که فرداشون چی خواهد شد، وجدانشون در اصل راحت نیست. پس باز تاکید میکنم، یک نظام آزاد، یک نظام دموکراتیک، یک نظامی که امنیت و ثبات آزادی هر شخصی رو فراهم میکنه، نمیتونه تهدیدآمیز و خطری برای خیلی ها باشه. تفاوت اینجاست که منفعت برای همه است، نه فقط برای یک دسته خاصی، و در اون آینده خودی و ناخودی در کار نیست، همه در کار هستند و قانون نهایتا حکومت میکنه و کسی که قانون رو زیر پا میذاره بایستی مجازات عمل کرده غیرقانونیش رو بده و این یک مسئله کاملا مشخصی است در هر کشوری که دادگستری قوی و مستقل میتونه رسیدگی بکنه به هر نوع عدم رعایت قانون توسط هر کسی از بالاترین رتبه های مملکت بگیرید تا پایین‌ترین لول ممکن. سوال پنجم، همونطوری که در منطقه شاهد بودید، زمانی که دیکتاتوری های امثال صدام و قذافی و غیره سرنگون شدن، کشورشون دچار جنگ داخلی و ناامنی گردید. در صورت سرنگونی رژیم، برنامه شما برای جلوگیری از چنین پیامدهای منفی چیست؟ خب دوستان، اولا ایران رو اصلا نمیشه مقایسه کرد، حتی با سوریه، چه برسه به عراق و لیبی. ببینید، من دارم صحبت تغییرات به دست مردم ایران میکنم، نه از گروه های مشکوک تروریستی رادیکالیزه شده ای که به هیچ عنوان نمایانگر خواسته اکثریت خاموش این کشورها نبودن، حالا چه در لیبی، چه در عراق، چه در جاهای دیگر. ایران هم یک کشوری است که صده ها قدمت داره، یک کشوری است که به قول فرنگی ها یک اتاناسیون هستش، یعنی یک کشوری که در طول قرون متشکل بوده از یک موزاییک متفاوت و رنگین کمانی از اقوام مختلف، اشاعر مختلف، گویش‌های مختلف، مذاهب مختلف که یک همزیستی کامل در چارچوب یک کشوری که یک امپراتوری بود از زمان کوروش کبیر که آغاز شد تا قرن بیستم و با وجود که مرزاش کمتر شد ولی همچنان این همبستگی رو داشت که اصلا قابل مقایسه با کشورهایی که 100 سال پیش اصلا وجود خارجی نداشتن رو نقش جغرافیای جهان مقایسه بکنیم. من بنابراین زیاد احساس خطری نمی کنم که در ارتباط با تغییر رژیم در کشورمون وضعیت ناامنی پیش بیاد. ببینید، خوب توجه کنید دوستان، این تبلیغ رو هوشمندانه نظام داره میکنه که شما رو به عنوان یک لولو یا مترسک بترسون از این که اگه ما نباشیم ایران نمیدونم هرج و مرج میشه، نمیدونم جنگ داخلی میشه، نمیدونم حمله خارجی میشه. این حرفا، اولین پرسشی که باعثی شما از خودتون و بهتر از اون از رژیم بپرسید هستش که آیا شما نبودید عامل این ناامنیتی؟ آیا شما نبودید باعث عدم ثبات در منطقه؟ آیا از روزی که خمینی پاشو به ایران گذاشت روابط ایران که با همسایگانش حسنه بود تیره نشد؟ آیا این رژیم نبود که به دنبال جا انداختن انقلاب خودش 8 سال شما رو در یک جنگ خانمانسوز درگیر کرد با وجودی که مرزهای اشغال شده مملکتمون رو پس گرفته بودیم؟ مگه این حکومت نیست که داره از صبح تا شب در کابل، در بیروت، در دمشق، در بغداد، در جاهای دیگر، به جای که بیاد پول کارگری که 6 ماه حقوقشون نگرفته بده، به جای که بیاد مدرسه در بلوچستان بذاره که حداقل آموزش رو بچه‌های اونجا داشته باشن،
یا به انواع اقسام مشکلات برسه نکرده. چی بوده عامل این عدم ثبات؟ چی بوده که الان در بخشی از کشورمون برای بعضی ها انگیزه تجزیه رو پای ریزی کرده؟ چون بهشون داره ظلم میشه، چون این حقوق متساوی رو حس نمی کنند که ندارن. مگه همین نظام نبوده دوستان؟ پس این ترس و واهمه رو از آینده نداشته باشید. بدانید که دلیل داره که رژیم این ترس رو میخواد تو دلاتون بندازه، چون میخواد خودشو به هر قیمتی که شده حفظ بکنه. در صورتی که شما مردم هستید که در یک ایران آزاد ضامن امنیت و ثبات کشور هستید، که همدیگر رو با انگشتشون نخواهید داد که کی کرده یا کی بلوچه یا کی آذریه یا کی ترکمنه یا کی اهوازیه یا کی مسلمونه یا کی نمیدونم مذهب دیگری داره. ما مردم ایران در طول تاریخ بارها بارها از این مشکلات گذر کردیم و هر بار قویتر و بهتر از آب در اومدیم. این تجربه هم لازم بود. چرا دوستان؟ چون تابو مذهب بعد از 1400 سال شکسته شد و امروز ما میفهمیم که میتونیم یک کشوری داشته باشیم سکولار ولی معتقد به حق مردم در داشتن باورهای خودشون داشته باشیم. من بارها گفتم که نبایستی ناسیونالیزم ایرانی، نبایستی هویت ملی ما در گروه این باشه که ضدیت با یک مذهبی یا با یک قوم دیگر یا به کشور دیگر داشته باشیم. ما میتونیم ایرانی باشیم، آزاد باشیم، ولی ضد عرب یا ضد اسلام الزاما نباشیم. اینو دقت کنید دوستان. خیلی ها دارن میزنن به یک رگی که به نظر من راه غلطی است. خوب به حرف من گوش بدید. چه منفعتی داره که ما بخوایم تعریف آینده کشورمون رو در ضدیت با یک فرهنگ یا یک کشور یا یک باور داشته باشیم؟ نه، ما میخوایم بگیم کشوری هستیم که انقدر ژرف، انقدر تجربه، انقدر عمق فرهنگی میتونیم داشته باشیم. بگذارید از خرافاتی که 40 سال این رژیم داره تو کلتون میکنه. کشوری هستیم که میبالیم به اعلامیه جهانی کوروش کبیر. شما الکی نرفتین پاسارگاد برای قشنگی. چرا رفتین اونجا؟ چرا انقدر به کوروش کبیر احترام میذارید؟ چون اولین باری بود 25 قرن پیش که برابری رو در عمل دنبال کرد، آزادی تمام باورها، تمام مذاهب. بنابراین اگر ما به آینده‌ای فکر میکنیم که هر ایرانی، باز تکرار میکنم، از هر باور دینی، از هر قومیتی، از هر طایفه‌ای، از هر عشیره‌ای، از هر بخشی از کشور باشه، تحت لوای قانون و در یک ایران آزاد کاملا احساس برابری بکنه و به هیچ نوعی هیچ نوع تبعیضی بر علیهش ورود نیاد. اینو زمانی به دست خواهیم آورد دوستان که از نظر باورهای سیاسیمون و فرهنگ اجتماعی سیاسیمون به این حد تفکر رسیده باشیم. به الله دوستان همین آش و همین کاسه خواهد بود و تنها خاصیتش رفتن از یک نظام دیکتاتوری باورمند به یک ایدولوژی غالب به یک نوع دیگرش خواهد بود، ولی همچنان به آزادی و دموکراسی نخواهیم رسید. این رو خوب هضم بکنید و ببینید به کدوم آینده میخواهیم با هم پیش بریم. و اما سوال ششم. شما در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود گفتید در تشکیلات نظامی ایران اهم از ارتش و سپاه طرفدارانی دارید. بسیار خوب، خواهشمندم واقع گرایانه پاسخ دهید. آیا این طرفداران از درجاتی هستند که خود شما بتوانید روی تجربه و علم اونها قدمی بردارید؟ آیا با اون سطحی که فقط شما مقدارش رو میدانید احتمال انجام کودتا میدید؟ قاعدتا طرفداران شما ارتشی ها هستن تا سپاه و بسیج. آیا ارتش طرفدار شما توانایی مقابله با سپاه رو داره؟ خب دوستان، باز در خود این سوال یه سری پیشفرض هایی هست که اساسا درست نیستن و یا نیاز به توضیح من هست. ببینید دوستان، کشور ما در عرض این 40 سال مواجه بوده با در وهله اول یک جنگ 8 ساله و بله طبیعی است که ارتشیان ایران
حتی بعد از اینکه نظام انقلابی خمینی اومد و سرانش رو دونه به دونه گرفت و اعدام کرد، با وجود این توانستن در مقابل ارتش مهاجم صدام حسین از خاک و مرز مملکت دفاع بکنن. ولی پاسداران هم بودن در اون زمان، پاسدارانی که ممکنه از نظر ایدولوژیکی متعهد در اول کار به این نظام بودن و آبشون با اون ارتشیات در یه جوب نمی رفت، و کسانی که اصلا سپاه پاسداران رو در مملکت تأسیس کردن با فلسفه این که این یک بخشی خواهد بود که جلوی یک نوع کودتای نظامی رو بر علیه نظام انقلابی بگیره رو به وجود آورده بودن و از روز اول یک شکافی بین سپاه و ارتش بود. اما فراموش نکنیم ما جانباز هم در ارتش داریم، ولی جانباز در سپاه هم داشتیم، کسانی که زمان جنگ کشته دادن برای حفظ کشور خودمون، برای حفظ خاک مملکت. پس این که بگیم امروز یک ارتشی که در اون جنگ شرکت کرد یا یک پاسدار که در اون جنگ شرکت کرد برای چی کرد؟ برای حفظ خاک مملکت خودمون، به خاطر مردم خودشون. آیا اگر به خاطر مردم بوده میتونن در آینده با هم اختلاف هدف و برنامه داشته باشن؟ من به این مسئله اعتقاد ندارم. برای همینه که بارها بهتون گفتم ما بایستی در چارچوب یک آشتی ملی پیش بریم. ما بایستی بدونیم که کسانی که امروز در این نظام گیر کرده هن و خیلی هستن، از بسیجی ها، خیلی هستن از سپاهی ها، که هیچ کدوم از منافعی که بعضی از سرانشون که اون مافیای در واقع درجه بالای سیستم هستن و هیچ منفعتی از این نظام نمیبرن، یا کسانی که اول انقلاب فکر میکردن واقعا این مملکت ترقی پیدا خواهد کرد یا به آزادی بیشتری خواهد رسید یا نمیدونم هر چیزی که باورشون بود، دیگه باورمند به این نظام نیستن و میخوان به جرگ مردم برگردن، این در رو بایستی براشون باز گذاشت. من در سیاستم فرقی بین ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی نمیبینم، چون باورمند هستم که یک نیروی انتظامی که واقعا دلسوز مردم و مملکت باشه و وطن پرست باشه نمیتونه صفش از دیگری جدا باشه. مهمتر از اون، بایستی صفش با شما یکی بشه. شما مردم هستید که بایستی در برخوردتون باز دوباره خودی و ناخودی راه نندازید. وقتی که در این سوال مستتر هست که چگونه از ارتشی ها میخوان که با سپاه مقابله بکنه، یعنی در از خودتون جویای یک جنگ داخلی هستید. دوست عزیز، واقعا این انتظاره؟ یا یعنی که بیای بگی نه، شما ارتشی، شمای نظامی، شما که اسلحه دستتون هست. ما یادمون نمیره که وقتی که جنبش سبز میلیونی تو خیابان‌ها راه رفت، نظام مجبور شد عوامل غیر ایرانی رو از خارج وارد بکنه برای سرکوب شما مردم. خیلی از سپاهی‌ها زیر این بار نرفتن. حالا ببینید در آینده چه شانسی خواهیم داشت که این نیروها به شما مردم بپیوندن و در اصل حافظ شما مردم بیدفاع و غیر مسلح در مقابل یک نظامی باشن که شاید بخواد مثل بشار اسد به عنوان آخرین تیر ترکش شما رو سرکوب کنه و مانع این جنبش شما بشه. این رو در قالب عفو عمومی و در قالب آشتی ملی باستی تعریف بکنیم. دوستان، من به هیچ عنوان اعتقاد به یک سناریوی کودتا ندارم، ولی خطر در کجا میتونه باشه دوستان؟ اگه ما نیاییم امروز همگی با هم یک آلترناتیو واقعی سیاسی رو، یک بدیلی که خواست اکثریت جامعه رو معرف هست، به یک نظام واقعا آزاد و سکولار نرسیم، زمینش رو فراهم نکنیم، نیروها رو در این جهت تقویت نکنیم، جامعه مدنی در این رابطه فعال نشه، دنیای خارج که نگاه میکنه تفاوتی بین ایران و جاهای دیگر رو نبینه که ما نیروهای جایگزین داریم، از نظر مدیریت، از نظر کارشناسی، از نظر برنامه و طراحی آینده کشور، و خود شما مردم و خود این نیروها بدانن که این بار کار جدیست، این بار تا آخر کار دنیا همراهی با ما خواهد کرد، که در دیگه به قول معروف توی نومنزلن نیستن، وسط زمین و هوا نیستن، یه جاپای سفتی دارن که پاش رو بگذارن. دوستان، اصلا نیازی به سناریوهای کودتایی نیست. ولی در نبود این، احتمالات سناریوهای دیگری هست.
احتمال یک کودتای نظامی و یک ساخت و سازشی با یکی از این سران ممکنه پیش بیاد که مملکت رو قبضه کنند و ایران بشه مثل زمان پینوشه شیلی یا فرض بفرمایید اسپانیای فرانکو، و معلوم نیست چند دهه دیگه یک دیکتاتوری نظامی داشته باشیم. گیرم که ممکنه عرق خوری رو برای شما راحت تر بذارن، شبا هم بتونین دیسکوتون رو برین، ولی همچنان یک جامعه دیکتاتوری و خفقان سیاسی خواهیم داشت. نه، حیف از ایران و این همه تلفات و این همه از خودگذشتگی و این همه هزینه که همگی ما به عناوین مختلف پرداخته ایم که بسنده بکنیم به یک جایگزین یک دیکتاتوری به یک دیکتاتوری دیگر. نه دوستان، اگه قرار هزینه بپردازیم ولی در آن واحد کم هزینه ترین راه رو طی بکنیم، بگذاریم این در یک سناریوی بدور از خشونت باشه. اولین علامت عدم خشونت، عدم تعرض و انتقام جویی و کینه‌جویی نسبت به نیروهای انتظامی است. نمیگم که در خیلی جاها رفتار بدی با مردم نشده، چرا شده، ولی یه جایی میرسه که ما باید گذشت بکنیم به خاطر منافع ملی کشورمون، به خاطر آزادی‌های بعدی، به خاطر که نسلی که امروز در زندان ها هستش، به خاطر نسلی که امروز داره شکنجه میشه، به خاطر نسلی که امروز ناچار به فرار از ایران هست، نسل بعدیتون نسوزه، نسل‌های آینده کشور از بین نرد. این برمیگرده به برخورد همگی ما با این مسائل و چگونه در این سناریوها راهی رو پیدا می‌کنیم که بزرگترین سدهای سرامون رو برداره و با کمترین هزینه این تغییر اتفاق بیفته، نه با هزینه بیشتر. سوال هفتم، ضمناً به 10 تا خلاصه کردم دوستان، بگردم خیلی طولانی میشد این برنامه و حتما در جلسات دیگری این فرصت رو باز پیدا خواهیم کرد. سوال من اینه، آیا اگر مردم علیه حکومت خیزش کردن و در حین خیزش مرزها ناامن و گروه‌های تروریستی فعال شدن، یا اگر نیروهای خارجی از شرایط سوء استفاده کردن و وارد کشور شدن، چه باید کرد؟ مسلما نیروهای نظامی دچار بی‌نظمی شده و کشور ناامن می‌شود. راه حل شما چیست؟ خب دوستان عزیز، به نظر من به اندازه کافی مسئله رو بهش در پاسخهای قبلی پرداختم، اما در تکمیلش میتونم این رو بگم، باز دوباره تکرار میکنم، سناریویی که بر مبنای خواست مردم اون کشور ریخته شده باشه، نه یک دسیسه خارجی که یک حمله نظامی بشه یا یک اشغال بشه و مملکت، یا بتونن اکتفا بکنن به یک افراد مجهولی که همینطوری ساخت و پرداخته و در واقع دستشونده باشن بپردازیم، اصولا این نوع سناریوها اتفاق نمیفته. البته یکی از صحبتهایی که من با سران کشورهای دنیای خارج دارم دقیقا در این رابطه است که در این سوال مستتر هست که من زمانی میتوانم، من نوعی، در هدایت این حرکت درخواست بکنم از نیروهای انتظامی و از مردم کشورمون که بپاخیزن، که این اطمینان رو داشته باشن که لابلای این مسائل چنین سوء استفاده نخواهد شد. این مسئله بایستی محکم و شفاف بیان بشه. بایستی دولت‌های خارجی که قصد در حمایت از مردم ایران داشته باشن به سهم خودشون این ضمانت را بدهد. البته ضمانت نهایی دوستان با حرف تنها کافی نیست، در عمل ثابت میشه و ما نبایستی در جهتی پیش بریم که بخوایم رو بقیه حساب بکنیم. من بارها این رو گفتم بهتون، ما فقط و فقط میتونیم رو خواسته و باورها و عملکرد خودمون تکیه بکنیم، چه دنیا بخواد یا نخواد. اما من این وظیفه رو دارم باز مجددا برای اینکه هزینه این تغییر برای شما کمتر بشه، که دنیا رو با این خواست شما همراه بکنم و دنیا رو قانع بکنم که بهترین منفعتشون حمایت از خواست مردم ایران هست در رسیدن به آزادیشون. چرا؟ چون هیچ ملت آزاد شده ای با کمک خارجی ندیدم که در فردای آن روز از بابت اون حمایت شکرگزار نباشد، یا اگر دولت‌هایی هستند که علارغم خواست مردم ایران در جهت مخالفش همچنان با این نظام لاس می‌زنند یا می‌خوان معامله بکنن، در فردای آزادی ایران به مردم ایران پاسخگو خواهند بود. پس بنابراین این حمایت رو در جهت خواست شما مردم خواهد بود، و اگه یه لحظه حتی خود من به این نتیجه برسم که شرایط شرایطی است که
میتونه لطمه بزنه به منافع ملی کشور، اولین کسی که این رو بهتون خواهد گفت خود من خواهم بود و اولین اخطاری که به جهان داده خواهد شد خود من خواهم داد که این راهی که میروید به ضرر منافع ملی ایران هست و به نظر ضرر منافع خودتون، مگر یک دسیسه دیگه زیر کار باشه که اون موقع دوستان دستش رو باسی همگی با هم رو بکنیم و در مقابلش ایستادگی بکنیم. سوال هشتم. چند سوال مهم ذهن خیلی ما ایرانی ها رو مشغول کرده و این که یک، در صورت برگزاری انتخابات آزاد در ایران و با تصور اینکه جناب عالی پادشاه منتخب ایران شوید، آیا شما از مردم ایران بابت اون حرکت سال 57 انتقام خواهید گرفت یا خیر؟ لطفاً با ذکر دلیل. دو، در صورت برگزاری انتخابات آزاد در ایران و با تصور اینکه جناب عالی پادشاه منتخب ایران شوید، آیا عظمت و بزرگی ایران را با پاسپورت آن برمیگردانید و آیا اینکه ایران کشوری خواهد شد که مثل بسیاری از کشورهای دیگر محل ارائه اقامت و اعطای تابعیت ایرانی به خارجی‌ها و پناهندگان شود یا خیر؟ دوستان عزیز، برای شماهایی که منو در این سال‌ها در این 38 سال دنبال کردید و بهتر می‌شناسید، می‌دانید که اگر کوچکترین جزئی‌ترین احساس انتقام در من بود، مسلماً بدونید که حرفای من، گفتار من، رفتار من به کلی متفاوت می‌بود. من همه این باورها رو بر مبنای یک آینده بهتر در صلح و سوا و در آشتی می‌بینم. به هیچ عنوان انتقام جزو باورهای من هیچ وقت نبوده و نیست و نخواهد بود، چه در زندگی خصوصی چه در زندگی سیاسی. دلیلش هم خیلی ساده است. مبنای انتقام دوستان فقط و فقط ادامه یک دور باطل خشونت هستش. شما امروز اگر بخواهید از یک دید انتقام برید سراغ اون بسیجی که اومده مثلا فرض کنید تجاوز جنسی به یکی از خواهرانتون یا دخترانتون کرده باشه، یا اون چه میدونم سپاهی که اومده باشه و فرض بفرمایید یک اقدام ظالمانه‌ای برایتون کرده باشه، یا هر کسی دیگری، و فردا بخوایم بریم و انتقام بگیرید و بخوایم باز دوباره کار به کشت و کشتار و اسلحه کشی بکشه، یک روزی بچه اون کسی که از باباش یا از مادرش انتقام گرفتید، اون از شما خواهد اومد و انتقام خواهد گرفت. و اصلا این دور باطل دوستان غلطه. اگر چیزی لازم باشه یاد گرفتن از تاریخ هست و نه تکرار تاریخ. یاد گرفتنش. انتقام هرگز امنیت و آسایش رو به دنبال خودش نمیاره. دموکراسی هرگز از لوله تفنگ در نمیاد. اینا یک اصولی است که بایستی جزء باورهای کلیدی ما باشه به عنوان یک ملتی که در جستجوی آزادی از قرن پیش بودیم. از انقلاب مشروطیت اولین کشوری در خاورمیانه که یک حکومت استبدادی رو تبدیل به یک حکومت پارلمانی کرد. از فراز و نشیب‌های متفاوتی هم رد شد. یک زمانی بود عهد پدر بزرگم که خب امنیت در وهله اول نیازمند امنیت بود. شما بدون یک قدرت متمرکز نمی توانستید حد اقل ثبات و امنیت رو در کشور ایجاد بکنید و شروع بکنید به ساختن اون مملکت. در عهد پدرم که یک زمان سازندگی بود که همه دیدید که کشور چقدر سریع شروع کرد به روند پیشرفت. اما همچنان چیزی که در گذشته ازش غافل بودیم در اون قسمت آزادی‌های سیاسی و مشارکت مردم بود که امروز بعد از گذشته تمام این سالها و تجربیات تلخ این 14 دهه زیر یوغ جمهوری اسلامی و مطرح شدن خیلی راهکارها و شکستن خیلی از تابوها، فکر کنم کشور ما به اون مرحله رسیده که نسل‌های امروزی بتوانند آخرین و خواسته تکمیلی یک جامعه مترقی و پیشرفته رو در باب لیبرالیسم و آزادی‌های سیاسی رو بتونه به نحو احسن پیاده بکنه. و این در واقع رسالت نسل شما جوانان امروز کشور هست و روشنفکران جامعه که در این جهت باستی
قدم‌های لازم رو بردارن. در این سازندگی، در این زمینه سازی جا برای انتقام نیست، وقت برای انتقام نیست. اصلا این برخورد غلطی خواهد بود. ما بایستی به عنوان کشور بیش از 80 میلیون نفر در این جهت قدم برداریم دوستان. و این رو نهایتاً هر چقدر من بگم کافی نیست، خودتون باید بخواید، خودتون باید باور داشته باشید و امیدوارم که داشته باشید. سوال ما قبل آخر، همانطور که خودتون میدونین کشور آمریکا، یادم رفت تو قسمت دوم سوال قبلی دوستان، ببینید اون هویتی که صحبت شد و عظمت و خوبی مملکت که میگفتید، اگر امروز کشور ایران جزء کشورهایی است که تو این لیست رفته که دولت فعلی امریکا از نظر جابجایی مسافرت جزء لیست سیاه گذاشته، آیا مردم اون کشورن یا به خاطر عملکرد دولت اون کشور هست؟ مگه خود شما نگفتید که اون زمان پاسپورت ایرانی اعتبار داشت؟ وقتی یه سیستمی بود که دنبال جنجال و جنگ و ماجراجویی و دخالت در امور کار این و اون نبود که بخواد یه ایدولوژی مذهبی رو صادر بکنه، اونم از طریق تروریسم. نه خیر، یک مملکت آزاد، یک مملکت دموکراتیک، یک مملکتی که با اون فرهنگ و با اون سابقه که تمام دنیا کلن از ایران به عنوان یک کشور، از به عنوان یک ملت، به عنوان یک فرهنگ تعریف میکنند، بدانید که تفاوت بین مردم با نظام حاکم بر اونها رو درک میکنند و این خود به خود حل خواهد شد. ببخشید فراموش کردم که این بخش سوال رو پاسخ بدم. بله دوستان، ایران به عظمت خودش خیلی راحت میتونه برگرده و از هر زمانی در طول تاریخمون خیلی بیشتر از آنچه که در بهترین فرمش بوده. من به این ایمان راسخ دارم. سال نهم، همانطور که خودتون میدونید کشور آمریکا 30 چند سال است که ایران را از همه نظر تحریم کرده و با تمام تلاشی که آقای ظریف و تیمش انجام دادن باز هم اتفاق خوبی نیفتاد. به لحاظ امنیتی هم که ایران با تمام کشورهای مرزی خودش درگیره. وجود گروهک‌های تروریستی مثل داعش خودش نشاط گرفته از مخالفت‌های ایران با دولت‌هایی مثل اسرائیل و آمریکا هستش. شما اگر در ایران به قدرت برسید چطور می‌خواهید در وهله اول آرامش رو به مرزهای ایران برگردونید و تحریم‌ها رو بردارین؟ با اتخاذ چه سیاستی میشه تحریم‌ها رو برداشت و آرامش رو به ایران برگردوند؟ و همچنین برای حل مشکل آب و محیط زیست چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید؟ یکی از نکاتی که دوستان در این سوال هست و فرصت خوبی است که بهش بپردازم، این فرضیه است که وقتی شما از من میپرسید که آن روزی که شما به قدرت رسیدید اله بله و چه کار خواهید کرد. دوستان، تصمیمگیر و سیاست گذار دولت‌های آینده هستند. من نمی‌دونم چه نقشی رو در آینده خواهم داشت. اگر در اکثریت به نظام پادشاهی پارلمانی رأی داده باشید و از من بخواهید که اون نقش رو ایفا بکنم، این نقش یک مقام غیر مسئول سیاسی است مثل تمام نظام‌های پادشاهی پارلمانی. امروز در کشور ژاپن یا در کشور هلند یا در کشور بلژیک یا در کشور سوئد به طور مثال، شخص پادشاه یا ملکه هیچ مسئولیت سیاسی نداره. دولت‌ها هستن که مسئول هستن، یعنی کسانی که توسط مردم انتخاب میشن و به خواست مردم پاسخگو هستن. بنابراین هرچی مربوط میشه به سیاست‌های آینده کشور از من نپرسید، چون من در مقابلش مسئول نیستم. از مسئولین دولت‌های آینده این سوالات رو بس بکنید. اگه نظام یک جمهوری پارلمانی بشه که معلوم نیست چه فرمی این جمهوری خواهد داشت، چون خب انواع اقسام جمهوری‌های داریم، مثلا جمهوری داریم مثل امریکا که شخص رئیس جمهور در بخش مجریش تمام مسئولیت رو به گردن میگیره، جمهوری‌هایی داریم مثل فرانسه که نخست وزیر هم داره، جمهوری‌هایی داریم مثل اسرائیل و یا هند که یک رئیس جمهور سمبولیک دارن در اصل و یک نخست وزیر منتخب. حالا کار ندارم، بندم برای حکومت نیستش که دارم این کار میکنم، من فقط و فقط دغدغم نجات ایران هست و رسیدن به یک نظام دموکراتیک. تمرکز من الان روی این هستش، ولی تا جایی که تجربیات شخصی در حدی که میتونم از نظر اندیشهی و آگاهی هایی که دارم
بتونم به عنوان توصیه، به عنوان نصیحت، به عنوان پیشنهاد به کسانی که امروز فعال هستن یا فردا خواهند بود، نظراتی که میتونه سازنده و مفید واقع بشه رو بدهم خواهم داد، اما تصمیم و نهایتاً اجراش به دست مسئولین کشور خواهد بود. امیدوارم در این مورد برای کسی سوء تعبیر یا برداشت یا مسئله دیگری پیش نیاد. در ارتباط با تحریم ها دوستان، دلیل تحریم آزار و اذیت مردم کشور که نیست. هدف فشار آوردن رو نظام سیاسی اون کشور بوده. ولی به طور کلی مشکل اصلی که من با تحریم از روز اول داشتم این بود که اساس تحریم رو روی یک فرضیه غلط جهان غرب دنبال کرد و اونم این بود که هدفشون از تحریم تغییر نظام ایران نبود، بلکه تغییر رفتار نظام ایران بود. حال برگردیم به اون سوالای اولی که از من پرسیدید. آیا این نظام دنبال تغییر سیاست و رفتارش هست؟ آیا میتونه اصلا تغییر رفتار بده؟ آیا آقای خامنه‌ای در رأس این خیمه که خودش خوب میدونه که اگه اولین خواسته رو بهش پاسخ بده تا تهش دیگه سرنگون میشن و دیگه جمهوری اسلامی نیستن، میتونن از نظر ژنتیکی تغییر رفتار بدن بعد که تنها هدفشون صدور یک ایدئولوژی مذهبی است، اصلا کاری به مردم ایران ندارن؟ اون یه گرفتاری دیگری است و یه بحث متفاوت. ولی یک ایران آزاد شده، یک ایران دموکراتیک، یه ایرانی که درش قوانین اجرا میشه، قانونمند هستش، تمام طرز رفتار و قوانین بانکی و رابطه اقتصادی جهانی طبق نرم های بین‌المللی هستش، وقتی که مسئله عرشبت که رشوه دادن این به اون و نمیدونم تمام این مافیای حکومتی که همه جار گرفته وجود نداشته باشه، وقتی که دنیا از خداشه که بیاد با یک ایرانی که در از باب دوستی و همکاری وارد میشه نه از باب خشونت و ضدیت و بحران آفرینی، خب معلومه که تحریم ها رو خیلی سریع حذف خواهند کرد و به جاش سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد. در این مورد هم بهتون بگم دوستان، من شخصا به این مسئله اعتقاد دارم که ما بایستی از یک سیاست فرانفتی بگذریم. من امیدوار هستم که در آینده کشور هر دولتی سر کار بیاد اصل درآمد نفت و گازمون رو به عنوان یک ارشیوات که ذخیره مالی مملکت و رسیدن به یک مسئله کلیدی در مملکت، یعنی آموزش پرورش، به امید خدا بتونیم رایگانش بکنیم تا حد امکان، مسئله بهداشت، مسئله تمام بازنشستگی ها و عرشبت که صندوق های مربوطه و اینجور چیزها رو بتونیم هزینه مملکت بکنیم برای بهبود و خواسته های اجتماعی مردم و بیشترین ایجاد درآمد و اشتغال رو از طریق سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی بکنیم. و من فکر کنم خیلی از این کشورهایی که اکنون جا خالی میدن و به دلایل پر واضحش نمیخوان در این وضعیت کشور با بودن چنین حکومتی پاش رو تو ایران بگذارن، مسلمن بدونید که به سمت ایران سرازیر خواهند شد و خیلی از مشکلات موجودی که داریم در کشور از نظر اقتصادی صرف نظر از برداشتشان تحریم ها اضافه بر اون حل خواهد شد و خیلی سریع ما میتونیم چرخش اقتصادی کشورمون رو مجددا روی غلطک بندازیم. البته من این رو در بحث کنانش میگم، سیاست مشخص دولت های آینده بستگی خواهد داشت به برنامه ها و پروژه های اقتصادی سیاسی احزابی که در اکثریت برنده انتخابات میشن و دولت های بعدی رو تشکیل خواهند داد، که خب قابل پیش بینی دقیق نیست، ولی در خطوط کلانش فکر میکنم انتظار غیر معقول یا غیر واقع بینانه نباشه. در ارتباط با مسائل زیست محیطی دوستان، من در واقع دارم در حال حاضر رو حداقل سه جریان پارالل و موازی متفاوت کار میکنم. یه بخشیست که مربوط میشه به این فاز کار که برمیگرده بیشتر به همین کمپین نافرمانی مدنی و به همین دلیل هم بود که من شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد رو پایه‌ریزی کردم که به عنوان یک ارگان فرامسلکی فرایدئولوژیک بتونه تا اونجایی که ممکنه از طریق کمیسیون‌های مختلف رایزنی‌های لازم رو و حمایت لازم رو از بخش‌های مختلف به خصوص جامعه مدنی کشور داشته باشه و یه سری رایزنی‌های بین‌المللی که یکی از اقدامات لازمی است که بایستی در آن حاضر شکل بگیره.
کار دیگری که دارم انجام میدم هماهنگی هرچه بیشتر بین جریانات مختلف سیاسی که در باب سکولار دموکراسی با هم همسو هستند و میتونن با هم کار بکنن که در داخل و خارج از کشور، ولی به خصوص در داخل کشور از نظر ساختاری و ابزاری امکانات انسانی و اجرایی هم دارن برای اینکه مثمر ثمر قرار بگیرد و تمام صحبت‌ها و دیالوگ‌های لازم برای هماهنگی کارشون بین خودشون در وهله اول و ارتباطات لازم در سطح بین‌المللی برای همکاری‌های بهتر و بیشتر. در بخش مسائل مربوط به محیط زیست، چه در کوتاه مدت و کلاً به عنوان کسانی که برنامه‌ریزی‌های دراز مدت آینده کشور رو به عنوان نیروهای علمی و متخصص، نه الزاما سیاسی، به عنوان کسانی که از نظر تخصصی در رشته های مختلف آشنایی و آگاهی لازم رو دارن، کما اینکه خیلی هاشون دارن کشورهای خارجی رو امروز میگردونن و کسانی هستن در رتبه های بسیار بالا، بتوانن راجع به انواع اقسام مسائلی که کشور ما باهاش مواجه هست، از مسائل زیست محیطی بگیرید، مسائل بهداشتی بگیرید، مسائل نمیدونم اقتصادی بگیرید، به عنوان کارشناس پیشنهادات و نظرات خودشون رو تهیه بکنن، در سمینارها و کنفرانس‌های مختلف به اطلاع عموم برسونن، چه شما مردم ایران، چه ایرانیان برون از کشور و همچنان در سطح بین‌المللی، چرا که فکر میکنم برای همگی شما سوال فقط این نیست که خب حالا این رژیم بره. مگه 40 سال پیش یه عده از مخالفین نظام پدرم نمیگفتن خب شاه بره بعد ببینیم چی میشه؟ خب نتیجه شد این حکومت. ما این بار به کسی نمیگیم که حالا فعلا رژیم بره بعد ببینیم چی میشه. ما دقیقاً تعریف میکنیم که اولا جاش چی بیاد از نظر ساختارهای حقوقی و سیاسی کشور چگونه خواهد اومد، برنامه دولت موقت چی میتونه باشه، چه کارهایی رو باید انجام بده، در اون زمان مملکت چجوری باید اداره بشه، احزاب سیاسی چجوری باید شکل بگیرن، مجلس مؤسسان هرچه سریعتر انتخاب بشه برای پرداختن به تدوین قانون اساسی آینده کشور و و و و پارالل با این متخصصینی که بتوانن نقشه راه و راهکارهایی رو برای اولین دولت‌هایی که در آینده ایران تشکیل خواهند شد بتونن در اختیار بگذارن که به هر حال کار رو از قبل تا حد زیادی آسان‌تر کرده باشن و ما بدونیم که تو این 20 30 40 سال آینده کشور چه کارهایی است که میتونه و مفید هستش که انجام بشه بر اساس تجربیات عملی که خیلی از کشورهای دیگه مثلا فرض بکنید در رسیدگی به وضعیت کم آبی یا بحران آب در کشور خودشون پیگیری کردن که میتونن خیلی مفید و مثمر ثمر باشن در راهنمایی کردن متخصصین خودمون که بتونن این کارو در ایران به اجرا بگذارن. و اما دوستان سوال پایانی که سوال دهم هستش، آنچه دغدغه بسیاری از مردم ایران در فردای پس از آزادی خواهد بود بسیار است و قطعا در این فرصت نمی گنجد، ولی مسئله اصلی تعیین وضعیت مسئله اصلی تعیین وضعیت عوامل حکومت می باشد. به طور سنتی پس از گذشت 20 سال همه حکومت‌های دیکتاتور حدود 10% مردم را به عنوان هوادار دو آتیشه که برای بقای آن رژیم تلاش می‌کنند به همراه خواهند داشت. در نظام موجود ایران نیز همین گونه است. این 7 تا 10 میلیون نفر حاضرند برای بقا همه کار انجام دهند. یکی از مهمترین مسئله‌ها در فردای ایران آزاد نحوه برخورد با این افراد می‌باشد. بدیهی است نمی‌توان این تعداد را حذف فیزیکی کرد. به کارگیری آنها در سیستم نیز باعث اخلال خواهد بود. گوشه‌گیری آنها هم مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. می‌خواستم نظر شما را در این خصوص بدانم. خب دوستان، البته کار ساده‌ای و یه شبه‌ای نخواهد بود. اما رو تجربه اتفاقاتی که در کشورهای دیگر افتاد، فکر کنم قبلا این رو گفتم، باز تکرار میکنم، خب بله یک بحث بسیار متمرکزی بودن با وجود که اقلیت رو از نظر تعداد نماینگر بودن که تا آخرش ممکنه پای همون سیستم کمونیستی شوروی بودن یا سیستم آپارتایت افریقای جنوبی، ولی وقتی یک تغییر دموکراتیک باشه، حتی افرادی که منفعتی در نظام‌های دیکتاتوری داشتن الزاماً از نظر منافعی در یک نظام دموکراتیک فاقد اون منافع نخواهند بود.
باز میگم فرقش اینه که اون منافع در انحصار خودشون اون 10% اقلیت نیست، این منافعشون در قالب منافع اکثریت جامعه فراهم میشه و بعید میدونم که اون اقلیت به خاطر اینکه کمبودی از نظر منافع نفر داشت چون برای همه خواهد بود الزاماً بخوان از این موزه نگرانی داشته باشن. منتها میگم قانون قانونه، اگه کسی رفته باشه مال کسی رو غیر قانونی گرفته باشه، اگه کسی دزدی کرده باشه، اگه کسی یک روش رو اتخاذ کرده باشه که در هر جامعه متمدن و پیشرفته‌ای راهکارهایی برای شاکیان باز میشه که بخوان و از حقوق خودشون دفاع بکنن، خواهد بود که بایستی اون موقع اون نظام حکومتی، اون قانون، اون حکومت قانون، اون دادگستری مستقل بهترین روش رو برای رسیدگی به شکایات مردم برسونه. واقع بین اگه بخوایم باشیم دوستان، خسارتی که جمهوری اسلامی در این 40 سال و عواملش به ایران و ایرانی زدند قابل نوشتن نیست، انقدر زیاد هست و حتی در بهترین شکلش خیلی ها خواهم بود که نخواهند توانست به شکل لازمش جبران خسارت به دست بیاورن. حال سوال اینجاست، آیا لااقل به خاطر اینکه نسل‌های بعدی بیش از این ضرر نخورن، آیا به خاطر اینکه مملکت دائم در یک حالت بحرانی واقع نباشه، خیلی ها با اکراه ولی با واقع‌بینی درک خواهند کرد که از خیلی از مسائلشون شاید لازم باشه بگذرن برای که مملکت ما دوباره بتونه رو پای خودش وایسته، لااقل اگه خودشون ضرر دیدن بچه هاشون یا نوه هاشون دیگه ضرر نبینن. من دوستان در موقعیتی نیستم که بتونم چنین چیزی رو از شما بخوام، انتظار داشته باشم یا فرض بکنی تضمینی بدم که خواهد شد. من فقط دارم به اون وجدان و باور و گذشت انسانی شما نگاه میکنم که کجا هستش که بایستی حق به حقدار برسه ولی کجا هستش که نمیتونیم تمام ضررهایی که نظام باعث شده رو انتظار واقع بینانه باشه که همش رو بتونیم جبران بکنیم. همین که بتونیم هرچه سریعتر جلوی ضرر رو بگیریم خودش منفعتی است. همین دلیل هست که من میگم هرچقدر بیشتر این نظام ادامه داشته باشه هر روز ضررش رو مردم ایران بیشتر حس میکنن. و دوستان عزیز با مطالبات حد اقلی ما نخواهیم تونست جلوی این ضررها رو بگیریم، ما با مطالبات حد اقلی نخواهیم تونست این تبعیض‌ها رو فراموش بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که فقط به خاطر اینکه پولم در باکس امنیت نداره من دست به اعتراض میزنم، یا اون کارگری که حق خودشو میخواد ولی کاری به مطالبات یک شخص و گروه دیگر اجتماعی نداره. دوستان ما امروز بایستی دست به دست یکدیگر بدیم، از هر بخشی از جامعه هستیم، از هر طبقه‌ای که از اجتماع هستیم، هر دغدغه و هر مطالبه‌ای که داریم به عنوان یک ملت یک پارچه بپاخیزیم در تمام شهرهای ایران، نه فقط در تهران، نه فقط در شیراز، نه فقط در اصفهان، نه فقط در تبریز، نه فقط در بوشهر، نه فقط در بندرعباس، در تمام جاهای ایران، در تمام شهرها، شهرستانها، دهات، هر کوچه، هر خیابانی. چرا؟ برای اینکه شما مردم بیدار هستید، آنهایی هم که همچنان خوابن بیدارشون کنید، بهشون بگید که با انتظار معجزه، انتظاری از که یک ناجی از پشت کوه قاف ظاهر بشه و یک جوری ما را از این ور نجات بده، از اینکه بشینیم کنار و انتظار داشته باشیم که دیگری این کار را برامون بکنه، دوستان به هیچ جا نخواهیم رسید. انقدر نشینیم بگیم که انگلیس نمیذاره یا روسیه نمیذاره یا امریکا نمیذاره. نه دوستان، اون دست خودمون هست، دست خودمون هستش که این مطالباتمون رو به حد اکثر برسانیم امروز، چون عواقب ادامه این نظام برای همگی شما روشن هست. راه چاره هم هست ولی این راه چاره رو بدون همراهی شما، بدون خواسته شما، بدون این مشارکت شما پیش نخواهد رفت.
شتر سواری هم دوستان دلا دلا نمیشه. یک بار برای همیشه این تصمیم رو شما مردم باید بگیرید. شما مردم در اکثریتتون باید بگیرید. بدانید که تنها نیستید. بدانید که میتونید با هم باشید. بدانید که قوای کمکی رو میتونیم در اختیارتون بگذاریم. تمام تلاش من این هستش که کار رو برای شما آسان‌تر بکنم. ولی نه من نه کس دیگری میتونه به جای شما برای شما تصمیم بگیره، مگر خودتون این اراده رو عزم رو داشته باشید. امیدوار هستم دوستان که در ماهایی که در پیش هست، برای همگی شما که این همه برای من پیام فرستادید، که دیگه آسی شدید، که دیگه بیش از این نمیشه صبر کرد، که کی میخوایم این وضعیت رو عوض بکنیم، کی میخوایم این مملکت رو برگردونه به اون حالتش، که خود من برمیگردم، تمام اینا دوستان بستگی داره که این عمل کرد و این تصمیم رو ما امروز به اجرا بگذاریم. وگرنه دوستان با ذکر مصیبت و حسرت خوردن کارمون به جایی نمیرسه. راهکار هست و هر کدوم ما باید یک تقسیم کار به خصوصی رو بین خودمون داشته باشیم، ولی ایمان داشته باشیم که نهایتا نور بر تاریکی پیروز هست و حق به حقدار خواهد رسید. شما با این عزم، با این اراده و این همه گذشتی که در این سالها به من نشون دادید ثابت کردید که زیر بار ظلم نمیرید و نخواهید رفت. ولی تا به حال مدیریت صحیح نبوده، رهبری کافی نبوده، امکانات بسیار محدود بوده، من جمله امکانات خود من. ولی نهایتا اون اراده و عزم شداست شما و ما هستش که این شرایط رو عوض خواهد کرد و بالاخره صدای ناشنیده میلیون ها ایرانی به گوش جهانیان خواهد رسید. من رو این روند دارم پیش میرم. امیدوار هستم که در این راه پشتیبانی شما رو داشته باشم، همانطوری که من پشتیبان شما هستم و میدانم و اعتقاد دارم که ما در این راه پیروز خواهیم بود. سپاسگزارم از این فرصت و امیدوارم باز از این جلسات داشته باشیم. همگی شما رو به خدا میسپارم. همگی شما رو دعوت میکنم به فکر مثبت با انرژی کامل. نگذارید که این نظام درتون یأس و ناامیدی ایجاد بکنه، چون این آخرین راه حفظ خودش هست. یعنی تمام کار رژیم شده مایوس کردن شما مردم. بزرگترین ترس این نظام دوستان از کشورهای خارجی نیست، بزرگترین ترس این نظام از شما مردم هست. اینو یادتون نره. شما اکثریت هستید و این نظام در اقلیت، و اکثریت چطور میتونه به یک اقلیتی بازنده باشه؟ با امید پیروزی، پاینده ایران.